دوباره ایران، طغیان، خشم و فریاد و اینجا سرگشتگی من. غربت نشینان شور گرفته از حوادث اخیر ایران، بعضی وقتا اینقدر پراکنده و تنها که حتی دیده نمیشی. بعضی وقتا همراه و همدل به سادگی یه بچه توی ترافیک نامنظم، هر کی به سمتی و سوی میره بی هدف، با عجله، هراسان. بعضی ها خونسرد، بعضی ها مست خواب آلود. توی این سرگشتگی و به هم ریختگی، توی یه تونل تاریک و طولانی خودم رو تنها و رها میبینم. هیچ روزنه‌ای دیده نمیشه. تا موقعی که توان داشته باشیم ادامه میدیم. و اینو میخواستم به بچه ایران بگم که شما تنها نیستی. ما خاکمون رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم و شما رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم. پس همه با هم مبارزه میکنیم تا پیروزی. شاید اینجا نتونیم ادامه بدیم، شاید شما اونجا نتونیم ادامه بدیم، اما همه ما یه هدف داریم و برای اون همه تلاشمون رو میکنیم. با امید آزادی. چوب الف بر سر ما، بغز من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، عرض تموم علفاش بود، اگه خوب بد، اگه بد مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. خب من تازه اومدم توی سوئد و خیلی از چیزایی که واقعا خیلی ها توی هیچ جای دنیا ندیدن ما توی ایران داریم میبینیم، تجربهشو میکنیم، احساسشو میکنیم و باهاش مجبوریم که زندگی کنیم. ولی خب این اتفاقات، این درگیری ها که به وجود اومده توی ایران، یه انقلابی داره میشه، خیلی خوشحال کننده است به نظر من. برای اینکه حداقل یه دریچه واس شده برای مخصوصا جوانای ایرانی که توی ایران دارن زندگی میکنن، که یه راهی هست هنوز که بتونن اون اجبارا، اون سختی ها، اون زجرایی که دارن میکشن از بین ببرن و بتونن یه زندگی جدید رو شروع کنن، زندگی که حق مسلم هر آدمیه.
couple rättior av fundamentalistiska styre som alla under alla dessa år har systematiskt förtryckt majoriteten av befolkningen. Kvinnor, etniska minoriteter, människor med andra religion. این حوادثی که در ایران اتفاق افتاد در واقع از شرکت گسترده مردم در این انتخابات برای حذف احمدی نژاد و دست رد زدن به بنیادگرایان اسلامی روشن بود که با توجه به تمام تلاش هایی که اصولگرایان یا بنیادگرایان کردن برای اینکه هر نوع اثری از اراده مردم رو در جامعه حذف بکنن، سعی کردن با یک تقلب بزرگ انتخاباتی عملاً سلطه خودشون رو به مردم تحمیل کنن و تصمیم گرفته بودن اصلاح طلبان رو یکسری از قدرت سیاسی حذف کنن. سرکوب خشن این رو که از تظاهرکنندگان صورت گرفت و نحوه برخوردی که ولی فقیه کرد پشت احمدی نژاد رفت، منجر به آن شد که نه فقط شکاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شدت پیدا کنه، بلکه بین کل نظام و مردم ناپر شدنی ترین شکاف ممکن صورت بگیره. امروز حکومت لاغرتر از هر زمان دیگر شده، منزویتر از هر زمان دیگر شده، چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخلی در افکار عمومی. حتی مراجع تقلید هم دیگر اعتباری برای رهبری قائل نیستند. بی تردید حمایت ایرانیان در خارج از کشور و اعتراضات بین المللی، مجامع حقوق بشری، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها تأثیر میذاره در عقب راندن این دولت احمدی نژاد ولی فقیه. امروز که ما شاهد آن هستیم بعد از چندین هفته، نه مردم ایران از خاص خودشون برای برچیدن استبداد دینی باز ایستادن، نه ایرانیان در خارج از کشور به رغم تظاهرات هر روزه خسته شدن. اینی که گلوله خورده به سرش، اینی که تیر خورده به پاش، دیگه مرده. دیگه ترس باتون نمیده تو کوچه ها، دیگه ترس بسیجی فرار نمی کنه تو خیابون ها. حالا همه با هم یک صدا